وای حقیقت من منه یا که مثال در دوره بچگی مو باز میگه تو دم میترسه میگه حضر خلقورن یا که او شدن دورن وای گفش ایری بی حق ایری بی کتابه و بای ما و شما احتیاط کنیم حالا این تاجکستان ما و شما او بود یا مملکت دیگه در نیست هزار با شکری پروردگار من پیشوای ملت ما امام علی رحمه تو رسیدن به این مکان اگر از یک طرف راه دور بود از جانب دیگر گذشتن از دریا توسط تنام به نظر هیجان آور داد همین طریق با کمک قربان علی مولایف که هر زمان از این تناب راه استفاده می برد گذشته به سمت دیولاق رسیده شدیم البته وقتی که ما پیش وقت بود کپروک های چوبی می ساختیم دریا که می اومد می کن می بود یا که آدم های ارگجا اومده گذشته یا که مولای ارگجا نگذارن گفته همون کپروک ها رو ما از بین برداشتیم انا حاضر به واسطه من ایروی کناتی کردیم کناتکه خطی همین خطی می گذارنیم از دور به نظر بانوان سرجم بکاری آورن این هم باشد قروتمانی قروتی تیار کرده این مادران از دیگر منطقه ها در حجم و وزن فرق داشت زمین صحبت یکی از این بانوان خود را محبیبی سفر و معرفی کرد و دیگری مسلمان جمعیوه که همه ساله به اینجا می آیند. معلوم شد که این زنها تا شروع فصل تیرماه اینجا زحمت می کشند بخاطر که زمستان راحت گذرانند. تا 15-16 ماه میه وابسته و همه باد و هوا ما می صحرا می آیم خیلی پسی همی گاو مالو با استاست خیلی همی جاها در مایده جنبیدن میگیریم بعد گوارا که جوشیدیم شیر میپزیم چکه میکنیم جرغات میزنیم جرغات دوغ میکشیم بعد دوغکشی چکه را سخت میکنیم همه خیلی در خلطا گرفته وای میکنیم سخت میکنیم بعد که سخت شد همه خیلی قروتا را خیلی تیار میکنیم من ایناشا دست قط میکنیم اینوشا باشه دامی دیگه کلون چکر میدازیم میپزیم دوغه میپزیم بعدی پختنش همی خیلی قروتا و همی چی راس میکنیم بالای بامادو میریزیم بعدی ریختن این خیلی خودش های همو چی خودش میکه فرنگی لای قدی دایرا بارین و بعدی کفیدنی همین خیلی ما میگیریم انم خیلی محنت میکنیم اینا رو سخت میکنیم تگارو میکنیم خیلی میشه و قروت برای زمستان همه قروت برده قاق میکنیم مثال یلین چای نیملین چای و زمستان که شد با دوغ که کمچین شد برای اوش سیل قروت هوای میکنیم دوغ میکنیم قروت ها میکنیم هم اوش سیل دیلو میکنیم هم قروت ها بی قروت ها بی دوغ چکگی میگیم زیده همه خیلی تاقای کنون دا میریدیم بعد اما اویلوی مثال خوردن میگیریم از جهتی بایم بلزت هستا چونکه جوشیدگی پخته قیام شدگی های نتیه ارزو سوغال قیق قیق میکردیم در خرابار میکردن مود و سه ستیل چار ستیل روغه میزدی و اگر چه میخوردی فقط نمی خوراک مو روغن جر بود ما روغن من ایدو بود دیتر را ندیده بودیم او داره ده نیکی اینو نبودن یک اون چیز اینو نبودن او داره ده فقط روغن زر روغن جغیر تمام دیگه دمید بانوان ایلاقی از صبح تا شام به کار بندند ولی خستگی و چی طور گذشتن وقت را احساس نمی کنند هر روز بیش از 20 سر مادگاو را دستی می دوشند این تنها یک پهلوی کارشان گلدختران در هوای صافی کوهستان چون مرغان آسمان پرپر می زنند یکی از دنبال گوساله می دوید و دومی به کار دیگر بند بود.
گلزارهای تیفلون از گرمای نصفی روزی این موزه لالگون گشته بود، اما تیفلون پروای دنیا را نداشتند. مستی نوشی دغاب و بازیه. بعد از دهیجا یک ما یکنی ما که استادیم با ایلاخای بالا میریم، جا گرم میشنن بالا سلقینن ایلاخای بالا میریم با اوجه تایی که های با سلقین تره و تا آخرهای اوگسته میشنیم و بعد میفرویم کسلاق دیگه. دوغا میکشی آوی جوشا میدازش گرم میشه با میره ها و اینه سحرا ترمه برف میاری با میدازش با خنوک میشه با مسکشا میگیری با مسکش تست تیار میشه بدن برف قدی اگر نه آوی خنکم میگیزیم وقتی که دوغا می تیار کشید بالای همو ساغومو میشه چرخ دید بالای هوای ده که زرد شید برای تز جدا شدن مسکه ایدو های آوی خنگ یا که ترمه میاریم ها همین خروج اگر گویم که وقتش گذشت یک سال که گذشت سخت می شود چون سال می شود که به تور میدانه کنیم همین خروج جوشانده را همین چکه خود به اصول نای باید خروج ما دیگر منطقه فرق شمینه که دیگر جهاد بسیار خروت نمکش بسیار میکنن یا که خیلی مایده چه میکنن ما یک باره همه خیلی هم کم نمک میکنیم هم وقتی دخکشی روغنش تازه میگیریم و سفیدی خوش رو میایه اگر که همین روغن در ترکیبی همین چکه بمونه خروتش خیلی خوش رو نمیایه او که روغنی به مدار میشه. در سالی که خونه و در رو گذاشته برای دراز مدت اینجا اومدن چی سوده به دست میارن؟ میگویند 20 گاوی جوشای خش و تبار و خود رو به اینجا اختیار داریم. هر سال مقدار زیادی روغن میگیریم. به صاحبان گاو نیز کم و بیش میدهیم. ولی خودمون موسم بهار از همین روغن استعمال میکنیم. باز نبیره ها شیر و چکه میخورند. از روغن دولاخ بانوان یک خوراک معمولی زیده بولماق یک جا با گوشت آماده میکنند. روغن زرد میدازیم. روغن که جوشید گوشت میدازیم. گوشت آرت میدازیم. نمک میدازیم. نمک همه چیزی که دختیم یک چکه آو میدازیم. خچ میکنیم. اول میشه بولماق تیار. لوازمات استفاده برده این بانوان از چوب آماده گردید است که یکی از استاخوی ماهیر دیه قلندر حمزه تیار کرده است. گویا روغن چکه و دیگر محصولات شیری با استفاده از اسباب های چوبی صفتش را دیر باز نگاه می دارد و ویران نیز نمی شود.